اللهم صل على محمد و آل محمد عوض بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم شک کردم گفتم رجیم بود لعین بود چی بود این پدر سخته هرچی بود چیز خوبی نیستش عرض سلام و عدب و احترام خدمت شما این جلسه حالا جلسه آخر امسال هم باشه اگه فرصت کردیم باز پنج شیش روز آخر ما رمزون دوباره فرصت کردیم دامیدون نشد دیگه انشالله به شرط حیات یه فرصت دیگه خب ما جلسه قبل راجع به توعده توعده یا تومعنینه و تعنی و آرامش و در نقطه مقابلش عجله و تسرع و اینا صحبت کرد ادامهش چون مثال راجب سربازی زدم بر بعضی از دوستان سوال شد اینجا عرض کنم ببینید اینها میخوان میخواستن آدمهای استاندارد خودشون رو بسازن حالا آدمایی که هر کدوم توی خانواده بزرگ شدن با یه روحیاتی با یه ژنتیکی با یه تغذیه‌ای خیلی متفاوت بودن اینا رو حالا میخواستن چیکار کنن استاندارد میخواستن همه رو تو یه یونیفرم در بیارن درست شد یعنی یک فرم همه شبیه هم بشن خب تو دوره رضاخان این کلید خورد یعنی رضاخان برای اینکه بتونه دولت مدرن خودش رو بسازه اجباری و آورد یعنی سربازی رو آورد که یعنی میگفت هر کسی هر کاری کرده بعد دو سال بلند شه بیاد اینجا اینجوری که ما میگیم خب این خواست مثلا با پوشش مخالفت کنه اینجا جاش بود این میخواست نظم خودش بیاره ساری رو بیاره ساریو جاری کنه اینجا جاش بود ببین اگر کشور مثلا میفهمیدن ببین اگه سربازی خودمون که ما فقط فهممون از سربازی که مثلا آموزش نظامی دیگه من مفصل مسابقه کردم با یکی از این خبر, خبر فوری اونجا مفصل نمیدونم چقدر حرف زدیم برید اونو گوش کنید خب اما یکی از کارکردهای سربازی که اصلا دیده نمیشه اینه که این یا آموزش‌های این شکلی ببینه درستش نه که عقده ایش کنی ببین این بر مثلا ببین همه رو میبرن شبیه هم میگفتن بر رژه برید این باید منظم میشد و نظم اجتماعی را میپذیرفت دقیقا نمونه زور و بروزش بروز غرب دیگه قانون مدار فلان به همان خب اینو چی بود اون تو جاهای دیگه شد. این باید توی دوره سربازی اینو میرسون به اون یعنی دوره اون کلا اینجوری زندگی میکرد همه چیش این بود خب اینا رو درست کردن که تو انقلاب هیچگاه ما نتونستم چیکار کنم نشد که مثلا آقا شما فرض کنید سربازی می بود که طرف یه دوره حال نه زمان دو سال خیلی کمتر می اومد که نه تیراندازی اصلا تیراندازی ما گفتیم ما که تو ایده که دادیم میگه اصلا بری برون سپاری بشه طرف از زمان زمان پیش دانشگاهی تا روز پایان خدمتش هر موقع خواست بگیره هر موقع فرصت کرد بره این نمره تیراندازی رو کسب کنه تا 50 تو گلوله‌شو مثال میزنم ستاد گل نیرو مسلح پولشو بده اگه سرباز ارتش, ارتش ارتش بولش هر کسی خب بیشتر از اون اگه خواستتون تیر بزنه پول بگیره گلوله بخره شما مثلا چرا با جسه و کلاش اینا که سرباز ارتش با جسه تیر اندازی میکنن سرباز سپاه و نیروی انتظامی این چیزا مثلا با کلاش حالا بس نو ان جاش بعد مثلا چه بنام با کلتم تیر اندازی کنه اصلا پول بده تک تیراندازی انجام بده این مهم نیست مثلا شما فرض بکنید که اون جوان ما توی دوره ای مثلا اون دوره هم جمع شدن یه جا با هم بودن مثل اردوگاه بهتر بگیم شبیه اردو, اردو، اردوی تشکیلاتی این خیلی بهتر بود مثلا اونجا می اومد آقا ضرورت امنیت رو میفهمید میفهمید آقا چند صد سال هر کی اومده از این ور مملکت اومده از ماش رفته بیرون یه تیکه رو کنده 40 سال هر کی اومده نقره داغش کردیم یه وجب خاک دادیم بفهم ضرورت اینو بعضا شما این طرف توییت میزنه شوت شد مثلا اگه اینجوری بشه چی میشه معلومه این اصلا تو از هیچ فهمی از امنیت نداره بیاد خود تاریخ یاد بگیره تاریخ واقعا یاد بگیره بهترین اساتید اون موقع باید مثلا این نیروها این آموزشی بیان آقا مثلا به امسال کسی که کار فرهنگی میکنن الان من نمای ماه بیام بیان بگن که آقا تره درس بده ببینم اینا مثلا 200 ساعت پیش ما هن خب 10 ساعتش مال تو 10 ساعتش مال اون کسی که بیاد اینجا در مورد تمدن صحبت بکنه که بفهمه یه نفر که آقا چرا باید کشور که رو کرده تمدنی داره چرا باید تو سوریه باشه چرا برای روسیه اوکراین مهمه چرا برای آمریکا اوکراین مهمه و سوریه مهمه اون که دیگه همه اینا دورتره اوکراین همسایه روسیه است سوریه هم نزدیک ماست ما با یک کشور واسطه همسایه این با هم ما همسایه عراق ما همسایه اوی چطور اون باز هزاران کیلومتر فاصله میتونه بیاد برای اینکه تمدنی داره اون استراتژی رو باید بفهمه خب این تو مدرسه یادش ندادن و توی اردوهای تشکیل نتیجه کار،, کار گروهی رو بفهمه یاد <applause> بگیرن اگر این باشه خیلی خوبه یعنی اون روحیه رو در آدم چی؟ به وجود بیاره خب ادامه بدیم این که من بگم بعض از این آموزشی ها که از قدیم از بوده مثلا هم کاری که مثاله که جلسه قبل زدم آنه نمچه که نمیپسندم که این شاید یه چیز درست بکنه در جای دیگر خراب میکنه این اینی که مثلا ای بچه کوچیکو با تنبیه تو سر خط کنی معصومم ولات از هم نزنیدشون عقده‌ای میشن شاید حرف گوش بده اما صد جای دیگه شما به هم دیگه. تنظیماتش میرزه به هم خب این صفت آرامش و تو در پا بر جاب ماندن ما در امور بسیار موثره آدمی که اهل تعنی و تمعنین است زود یه چیز رو ول نمیکنه جالبه اسباب پافشاری در معرکه های جنگی این صفت <applause> اصلا از جنگ رو گردان نداره از فروع شجاعته خود شجاعت میده دیگه شجاعت حالت تعادل قوه غضبی است قوه خشم زیادش میشه تحور با هی دو چشم کمش میشه جبن بزدلی خب حالت ایدالش چیه منطقی و اقلانیش اسمش میشه شجاعت یکی از فروع شجاعت همینه اصلا این گفتیم چیه این مکتب تعادله این تو معنی نه امام این چی میگه؟ میگه تعنی و آن عبارت از اعتدال قوه غذبی است این حالت که حد افراد آن تسرع است چون که بعضی محققین بزرگ گفتن و سکونت نفس رو از فروع شجاعت شمردند که نفس ساکنه از فروع شدن هم که سرعت بیجا عجله بیجا شتاب زدی و شاید مراد از آن تثبت بود که آن نیز از اعتدال و قوه غذبی است معتدل باشه قوه غذبی هم وسط باشه میشه و از فروع شجاعت است و آن عبارت از آن است که نفس در تحمل شداید و پیش های گوناگون عالم خوددار باشد و به زودی از میدان در نرود و سبکباری و سحلنگاری نکند ما کن باشیم بریم و خفت و تندی نیز به خرج ندهد ببین نه خفت نه تندی این حالا تو است. و این هم است از پیش های اخلاقی و روحی یا پیش های طبیعی و جسمانی یعنی آقا هیچ یکی نکته جالب گم آدم های با تو معنینه آدم های مبقر آدم با رامش شجاع خیلی جالبه ما اینو کجا دیدیم تو جنگ خودم جالبه حالا من نمیخوام اسم ببرم چون شر میشه یکی از این گروه هایی که جلوی ما می تو جنگ که خیلی هم عدادفور در میوردن سر میبوریدن و کار عجیب قریب میکردن اینا به بوزدلی معروف بودن تو جنگ یعنی یه نیروی رزمیه یعنی که خودشو میرن چی میگن؟ داوطلب نیروی رزمی داوطلب اما بعضی موقع یه شهر رو نگه میداشت دست اینا اون کسی که اهل تو معنی نه است سنگر خالی میکنه چون تعادل داره و می آدم متعادل تو قوه قضاییه شجاعه نه کاره متحورانه میکنه کنه جونش رو به خطر میندازه بی خود بی خود نه هم در میره نه تو سوریه خود اونا از مدل مقاومت میفهمیدن گفتن شیعه پشت سنگره چون مکتب وقار رو تومنین است میدونید دیگه ابن زیاد وقتی گفت به معقل برو بگرد پیدا کن که کی به محل اختفای مسلمو پیدا کن گفت شیعان علی میدارن گفت شیعان علی چیزی شناسه کن گفت تو مسجد بین کی با وقار نماز میخونه اونا شیعای علی یعنی متانت وقار از شاخصه هاشون بوده چنانچه در ناملایمات روحیه نیز لغزش نکند تومنینه باعث صبات نفس می شود اون دست نمیده یعنی اصلا این صفتی که باعث میشه که طرف رود از, از کوره در نره از اون طرف زود وانده هر چی تعادل نگه می داره همه چی و چقدر صفت مهمیه یعنی ما دقت کنیم در خودمون به وجود بیاریم یادمون نره گفتیم چی حرکات و سکنات میشه افکارم رو مغزمون رو کار کرده مغزمون از سر میذاره مثلا مهندسی که زدیم و بعدش اون روحیه ما میشه طرف خدمت امیران مرسی گفته آقا من صبور نیستم حضرت فهم. فتحلمو و حلیم نیستی گفت نه گفت تحلمو ادای آدم صبور رو در بیار حلیم میشی چند سال میگذره تغییر میکن در مقابل تو تسر رو ببین چی شد اونجا گفتیم خدا حاکمه دیگه تو فقط نور رو خدا میبینی همه چی رو میبینی دست خداست خیالت راحت این اون بچه که دیگه همه چی دست پدر مادرم راحت بخوابم خواب نماد آرامش مگینی منظور بخواب رو را آرامش راحت راحت آب از آب تکون نمیخواد آقا دنیا دستی که دست آبش دست دوست کریمه هیچ نمیتونه خب روزی که دست خودست مرگ و زندگی هم دست خودست در مقابل تو تسر شیطان بر قلب ما حاکم میشه اصلا از, از از قدیم گفتن عجل کاره شیطان از تسر شیطان یه تسر عجل مال شیطان یکی از ملکات ناهنجار دیگه که به واسطه اون آدم دیگه تو هیچ چیزی ثبات و قرار نداره سبک مغزی میکنه دائم مثل گنجیش از این شاخه به اون شاخه میگه یعنی استقامت در یه چیزی نداره اصلا برای همینی که اونا میتونن تو جنگ واستن به جنگن ببین امام امخون نماد آرامش بود صحبت کردنش سرعت صحبت کردنش حالا کی تونست تو جنگ جلوی واستن هر چی فشار میام گفت جنگ جنگ تا پیروز خدا <تصحن> خداییم چه ول نمیکنه ما رو اونا ترسیده بودن وقتی تو با شتاب با این نفر می جنگیم ولی جوی گرفتهش الان آروم میشه وقتی این نفر با تو معنی داره با تو می جنگی یعنی این با روح حساب کتاب به تورو رو نابودت کنه ولت هم نمیکنه این سر ماجرا شهادت آزمایشی ازم. میگه دی ما همین الان باید بزنیم آمریکا رو ال کنیم بل کنیم این همین جماعت اینا امروز هم اینجا شتاب زدن یه جا دیگه شتاب زدگی بود اما رهبری گفت این فعلا یه سیلی بود این لسات زد که اون غرور ملی نه بود آقا شما نگاه کنید مسئول سنتکا اومده مصاحبه کرد اشتباه نکنه میگه از موقعی که قاسم سلیمانی به شهادت رسیده است مرگ حمله به نظامیان آمریکایی در منطقه چهار برابر شده است در عمل پدرشون داره در میاد شما روزی نیست نشنوید توی منطقه تو سوریه تو عراق تو کردستان عراق به کاروان آمریکایی حمله شد دو تا پهباد به پادگان آمریکایی حمله شد. با تو با آرامش نترس روان نیست که گهتون دو گهی خسته رود روان است که آهسته و پیوسته رود ولت نمی‌کنیم تا روز چی از اینجا کلا هم منطقه بیرون خون به آج قاسم گفت کل منطقه است چون آدم منطقه ای ما بود ببین فخری زاده آدم هسته ای ما بود حاج آدم موشکی ماست اون لیدر منطقه ای ما کی بود آج قاسم کل منطقه میری بیرون ببین کسی که تو معنی نداره حالا یه دی گفتم من بعد یه روزی جدا این بحث امام جماعت رو بهتون بهتون بگم که جایی بعد آرامش شو یه جایی مثلا هر کاری کنم وارد جنگ نشی آقا بریم با افغانستان به جنگ اجازه نداره بریم با عراق با عراق, با عراق... با عراق, با عراق بشیم. آمریکا به جنگیم سر ما حمله آمریکا به کویت به عراق به کویت اصلا اما تو سوریه میگه محکم برید دفاع کنید نه تو پیش آمد های روحی همچین کسی خودداری داره نه در شدائد جسمانی حتی پایداری داره یه خود فشارش بشه میره این رو نگاه نه اینا چون این روحیه یه تکنولوژی مدرنیتر رو که دارن همین شتاب زدی و سرعت میخوان برن اینا در مقابل کوچکترین حالا شما نگاه کن مردم ها چقدر تورم تحمل کردن میبینید اونا رو نگاه کن یه قیمت و گاز و یه خورده انرژیت روسیه رفته بالا شروع شده آلمان ریختن تا ایتالیا ریختن چه فرانسه ریختن بیرون آلمان خب نتیجه چی اون نمیتونه تحمل کنه یعنی پایداری روحی و جسمیش از دست میده و از این خلق ناهنجار مفاسد بسیار فردی و اجتماعی در مدینه فاضله رخ داد یه خیلی اتفاقی بدی را هم به انسان اگه داره چنین روحی باشد چه بسا گوش کنید که به واسطه پیش های کوچکی خود را ببازد و از وظایف الهیه و روحانیه چشبوشی کند خالی میکنه سنگر در میره و چه بسا که نفس و شیطان بر او غلبه کنند و او را از راه حق منصرف کنند و ایمان و او دست خوش تغییر گردد و شعائر دینی و مذهبی و شرفی خود را یک سر از دست بدهد تو معنینه نفس و ثبات قدم است که انسان را در مقابل حزم شیطان نگهداری می کند و بر لشگرهای جهل و شیطنت غلبه دهد تو معنینه نفس و ثبات است که انسان را بر قوه قذب قوه غضب یعنی چی یعنی که یا ما میخوایم یه چیز رو با ما با غضب یه چیز رو دفع میکنیم یا به دست میاریم آقا دو شیر نر میجنگن یا قلم روشو به دست میارن یا پردش بیرون دیگه درست شد و بر شهوت چیره کند و در پیشگاه آنها تسلیم نشود چون شما نگاه کن از تعادل تو قوه قذبی بیای بیرون باختی چه به تو تحور بری باختی خریت کردی جونتو به خطر انداختی چه به سمت بزدلی بری باختی تو شهوت هم همینه چه به تو شرح بری همه چی جنسی ببینی باختی چه بحث کلا تعطیل کنی این هدیه الهی قوه شهوت هدیه است نبود آدم زاد و ولد نمیکرد نسل قطع شد محبت های خانواده خانواده شکل نمی گرفت اونم تعطیل چی اینو به همین حس این حس این صفتی انسان به تعادل میرسه اون پول سرات که بهتون گفتم یادتون نره خیلی مهم خیلی که سراغ این صوفی بازی ها و این قصه ها و این قرتی بازی ها میرن ناشی از همینه جماعت این که این صفت رو دارن این چرا؟ چون حوصله استقامت تو سیر و سلو کنند سریع مثلا میشه آقا یه ذکری به ما یاد من چی یه ذکری بدن؟ تو روحت باید تغییر کنه زمان بره واقعا زمان بره یه مثال میزنم الان بیشتر برای مخاطب خودم میام عرض میکنم من که بیشتر ارازه من به قول پامن بریا خب شما نگاه کنید ببینید نسبت به 7 8 سال پیش چقدر تغییر کردید زیاد بوده یا نه اما 7 8 ساله یه شبه بوده نه شاید تو تصمیم یه شبه بینت جلسه. اما این تصمیم حبابی بوده بعدا اومدی آروم 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 این حباب پر کردی شواعت جواب داده شده و سعی یکی مثل این حقیر سر و پا تقصیرم این بوده که یک سیستم فکری شما بگیری که توش هم اقتصاد هست هم اخلاق هست هم ها که به عموم نیازهای فکری شما پاسخ داده بشه یعنی به یه آرامش میرسه آدم وقتی به جواب نرسه که به آرامش نمیرسه اذیت میشه شما بعضی موقع با خودتون میگی نفر مثلا میگی خدای من کجا دیدمش آقا مختون میریزه با... تو <applause> پیدا نکنی این کیه آروم نمیگیری آروم نمیگیری به قولی <applause> خب تو <applause> نتونی پیدا کنی اینکه حالا فکر کنی شبهه زندگیش ما از کجا آمده ایم آمدنم بهر چه بود خیلی بیشتره که یه باید آرامش برسی برای همین دستگاه فکری با آدم آرامش میده تو معنی نمیده دقت کن چرا این شما فرض کن یه سیستم فکری داری یا یه نفر این شبهه گنده به سیستمتون وارد بکنه اصلا بپاشه خب داغون میشید چیکار میکنید اون شبهه رو نمیپذیرید مغزتون بهتون میگه الیش کن میشه درست آرامشی که دارم راحت بشم یا اینکه نه اون شبهه در دل این سیستم فکریتون شکون سری باید سیستم فکسی جدید براتون جایگزین کنه برای همین بعضی میگن آقا چطور من دیگه تا اینو هیچ وقت نگفته بودم چرا ما رمزونی گفتم چرا آقا مثلا چرا میشه مثلا بعضی افراد تغییر داد بعضی نمیتونن تغییر بدن بعضی سیستم بهشون نمیدن یه بخش از نیازش رو رفع میکنه این بخش نیازش با این سیستم داره رفع میکنه بقیه نیازهاش چی سیستم های آلوده نمیتونی دو تا کنار هم میکش. دیگه این میکشه با خودش بقیه رو میاره تو رو می بیرون تو یعنی باید تو تمام جوانب ببین برای همینه که مثلا می مثل میشیم مثل مثالایی که مثلا میزنیم تو اقتصادی هم هم می می مثال میزنیم تو اصلا اخلاقی هم هم مثال میزنیم تو اصلا مثلا میگم چیه امنیت هم مثال من که یکیه تو این عجب این با همون سیستم من داره همینجا همین بحث مثلا عدم تعادل قوه قذبی و شهویه رو ما برای نظم اجتماعی هم بحث کردیم تو دوره بنزین هم من تو سخنرانیم رو گفتم قبل بنزین گفتم کشور مستعد داشوب های از جنس خشونت و اینو کیا رقم خوان زد نوجوانا شما به تو ماجره بنزین رنج سنی بسیار پایین بود چرا شما غضب رو سرکوب کردید تو این کشور قوه غضبی رو و این قوه حلال الهی است خب بعد مثال چی میزدیم گفتیم خب خود شما خودتون زمان جنگ رفتید زنی پی جی زدید ترقه نمیتون بنزین شما چهارشنبه سوری ما عجیب غریبه بخاطر این قوه غضبی سرکوب کردیم. این دومالی یه جایی میگره خالی کنه خودش و دیدی کارکرد اجتماعی داره کارکرد امنیتی داره کارکرد سیاسی داره کارکرد اقتصادی داره تو بنزین کارکرده فرهنگی و اخلاقی داره یکیه این سیستم رو شما بفهم آدم وقتی سیستم نداره برای فکرش آرامش نداره تو معنی نداره یکی از راههایی که به تو معنی نمیرسید شما یعنی فکرتون آروم میشه اینی که به یک سیستم فکری میرسید برای من خوشم میدین از اساتید هستن برخی دارن سیستمی فکری ارائه میدن دیگه مثلا آیت استاد طاهرزاده اصفهان خیلی انسانه شریفم دیشب من توی زدم از برخی از اساتید تعقیل کردم تقدیر کنم ایشون هم نوشتم شما گنجی در اصفهان چرا چون ایشون سیستم فکری ارائه میده این یه شوبه تو جواب بده که او یه شوبه است ما خودم همین وارد افقم چند وقت پیش 6 هفت ماه پیش برسن چند تا جواب ده گفتن 6000 تا هزار تا, تا سوال هر روز شوپه جدی میاد اما وقتی به وقار رسید یه سنگی زدن به ساختمونش یه شیشه ترک برداشتی میره عوض میکن اون یه شوهر میره برطرف میکنه بینم اینجا نمیخون اما وقتی زلزلن اونا هم دقت بکنید مثلا وقتی میخوان شبه بنازن همین سیستماتیک شبه میندازن براتون از بیخوبانیان بزنه خب باگذاره. از طرفی خوب بدونید همین صفتی که موجب پایداری در ایمان میشه چرا؟ چون اجازه نمیده اخلاق دیگران رو اثر بذاره الزامن اینجور آدم ها مثلا دو روز با نفر بچه مثلا دو روز با یکی میچه خنده هاشون میشه دو روز با یه نفر گفته خندیده خندیده ها شبیه میشه چون ثبات نداره چون رو تعادله اینجوری بگیم، رو ریله به این سادی از ریل لره حالا تو صدی به قطار سنگ بزن کار نمیشه مرسفیهان را رباید هر هوا زان که نبوتشان گرانی قوا میگه وقتی تو سنگینی قوا نداری صفی یعنی احمق هر هوایی رباید هر هوا هر می زیمینی یه روز. هر روز توی فرقه و یه سیستم و یه قصه و یه داستانی طرف تکلیف خودش روشن نیست اگر جمعیت زیادی به این روش و به این سبک زندگی برن و تابع امواج اجتماعی بشن خودشون اون موقعی خیلی خطر میشه اینا آدم های اینکه سریع موج این میاد با خودشون میبردشون دو تا سوال دو تا مستند یه چیز به خدا از دست میرن بزرگان دین با همین صفت گوشگان در مقابل صد هزاران نفر قیام میکرد. اون عزم از همینجا از این آرامش و تومنی احسن چیز تو فوشش میدادن انگار ننگار سنگش میزدن انگار انگار بهش میگفتن دیوونه انگار ننگار. بش می گفتن جنگیر می انگار. بهش میگفتن جنگیر انگار انگار شاعر مجنونه میبینی؟ کسی این روحیه نداشت چه نمیتونه تبلیغ دین انجام بده پوست کلوف باید باشه ولا یخافون لومت الله نه بعد از سرزنش سرزن همه چی بهت خواهن گفت شما به حضرت نوح چی میگفتن گفتن طرفدار تو فالوور تو آدم بیخودن خوده رو نباد رای نه کسی نیست همش پی سواد دور تو گرفتن حضرت نوح اونارو ول میکنه اصلا نماد از حضرت نو. تو دهه ها بیستی روی مطلبی محکم محکم بعد آخر که کشتیست هشتاد نفر بیشتر نتونسته از اون جامعه و خیلی سخت خدا وکیلی می قاطی میره امیران مومی میفهمه ایوه الناس لا تستوحش فی طریق ل لقلت اهله یه به وحشت نیفتید تو مسیر حق به خاطر آدم ها کمن شما فکر کن مثلا یه عدی دارن میدونن گفتن اونجا مثلا اتوبوس گذاشتیم میخوام ببرن نمیدونم استادیوم خب و مثلا همه دارن هم هول میدن تو صف پس شما میدونید که مثلا اینجا ایستگاه مترو هست خب و میره همجا مثلا همه ورزشکان پیادت میکنه و میبینه همه دارن میرن این طرف عجله داری راحت با تومنی نمیره میتونه می تو سوار میشه اون زمان ما دفترچه کنکور رو اینجا اینترنتی اینترنتی نبود باید میرفت از پست می خریدی می با. آقا ما رفتیم اداره داره پست دیدیم پنج لایه آدم رو همینجوری جوری همینجوری میون یه وضعی بود یکم چه نگاه کردم گفتم واه حضرت عباس اومدم با جای دیگه مثلا یکی برای پست نمیدونم پیشتاز بوده که پستش یه باجاشون بود دفتر گفتم آقا این راهی نداره گفت چرا گفتم چه گفت دو داشت یه چهار تا پایینتر دفتر پوستی اینجا پست مرکزی همه ریختن اینجا گفتم خداوکیلی گفتم گفتم خب اینو به اینو گوش نمی کنم باو میگم نمیفهمه فوشی هم داد دست حیوانات نسبتشون داد بعد گفتم ما سر کار نذاری گفتم آقا من شوخ دارم باشم گفتم پیاده ما رفتیم آخ خدا شادردم هیچکی نبود. گفتم دفتر چه پست کنکور گفت بله گفتم همینه گفتم حالا همین سال فلان مثلا من گفتم مال دانشگاه آزادی مازادی پیام نوری مثلا این چیزا میگفت نه آقا دیگه همین دفتر کنکوری چه کنکوری بعدن باورم نمیشود آوردم دوباره اومدم همینجا تو مسیر من بود آوردم گفتم آقا میتونم من یه دونه اینا رو ببینم ببینم همینه چون باورم نمیشود همه خل وجود داره بعد وایس دادن اونجا رفتم گفتم آقا اینجا پایین دارم میدم رفتم گرفتم بهشون نشون دادم یه دی اومد واقعا گفتم آره بیا بریم پایین اونجا هستش یه 20 نفر آماده شدن بقیه رو کم کم میلولیدن با هم. کسی که مطمئن شده اونجا اداره پست پایین اداره دفتر چه میده عجله دیگه میکنه بعد رو سر کله اونی که عجله داره اسنپ چیز میره سری بیا آقا یه پولی هم اضافه تر میده تو میگم آقا عجله نداریم اصلا اسنپ معمولی گیر پول اضافه نداریم به کسی بدیم. برای همینه اینا استقامت پیدا میکنن آقا یعنی چه استقامت چرا رابطه با شتاب داره همینه محکم میشه چرا چون میگه مسیح مسیح الاله خدا هم گفته مثلا یک از پیغمبرام 950 سال پیغمبری که یه ادری بودی خوابونده بشه 300 سال مثلا من. ما این عدد اصلا برام تعریف نشده که دو دقیقه بعد به یه چیز برسیم مثلا پیامبر پیامبر خودمون به سرات نت اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج و فنا بعد ایشون 13 سال تو مکه بوده چند نفر جذب کرده تو مکه اتفاقا تعداد خیلی کم بوده بیشتر میگم ده ها نفر یوهوی کل مدینه باش اینا جست اقامتشون و تدریجی و درست کار پیش بودن یه جلو چشش هم بعض از مسلمان ها رو می زدن هیچی نمیتونست بگیر اما رو یاسر رو چیه اینا همینجوری یاسر رو بخشی سمیه و اینا رو اونجا به شهادت رسوندن نیه هیچی نمیتونست بگیری خوارم من چهار چهارت از این الله داغونجا بودن پیانبر متهم به مسامه ها تصال. همون اول خراب میکردن انگلو به خدا چه شتاب زدگی میکردن تو مسیر مقابله با آمریکا ما شتاب زدگی نباید ما باید قدرت موشکی میشدیم بعد تو منطقه آمریکا رو میزدیم تو قبلش چی چیکار کنی قبل اینکه موشکی باشی تو باید حزب الله لبنان میداشتی بعد میزدی ببینی هر روز داریم اون قدرت اضافه میکنیم ببین الان کلی دعوای ما سر هسته یه هستی رو از بیخ که نداشتیم که به دست آوردیم سر یکی از اونها داریم 20 سال فعلا میجنگیم ببین تو این 20 سال اینا رو اسکلشون کردیم همینجوری نگاشون داشتیم سر این بحث هسته‌ای موشکی رو داریم گسترش میدیم یا منایی رفتیم داریم کوچ چیز می‌کنیم سوریه رو عراق اینا هم دادشون در میگیم آقا اینا ما تو حسیم جا ده جا دیگه اومد منو گرفت اصلا فردا اصلا هسته‌ای هم نباشه اون بابل منده رو اون حزب الله این چند ده هزار تا موشک نقطه زن داره الان حزب الله نقطه زن الان دیگه اصلا لازم نیست بره همین فلسطینی‌ها رو تونه رو بگیره دید هارس چی نوشته بود نیسته با جمع کنیم بریم ما گرفتار سرتخترین ملت تاریخ شده ایم <applause> نتیجه چه نتیجه؟ تحریزی؟ این برنامه برنامه بود؟ 20 ساله بودن تو مسئولی ما بعضی شتاب زده میخواستن یه کاری انجام بدن یعنی خلق شتاب زدگی هم داشتن الان هم هر... رفتار آنورمال حرف آنورمال چون روح شتاب زدگی داره این آدم خیلی بده همین روحی اگر تو جامعه باشه اون جامعه غرب زده نمیشه این چرا؟ چون حزم نمیشه حزم نمیشه تو جامعه شداید رو رد میکنه یا ایوه نبی آی قرآن ای پیغمبر ما یا آی ای با ایوه با تو هم ال نبی و خود خود خودت هم انگاه مثلا یقای پنبر گفته دوست مردم این جونجی داره میکنه خب به ما بفهمون چه چیز مهمی و میخوام بگم چی شده خدا هر ذل مؤمنین علال قتال. هر رز یعنی بشورونشون واسه جنگ تبلیغات کن اینجوری این یک و من کم اشرون اگه باشید از شما بیستا یغلبو معتن با بیستا تاشون رو میزنید بعد اینا مثلا ممکن میگن که این یعنی عدد چیز 20 به 200 یعنی یک ده, ده دیگه خب این ضریب ده مثاله تو ادامش برای اینکه بفهمونه مثال نیست این چی میگه میگه و این یکم منکم معت مع اگه صد تا باشید با یغلبو الفا باز ده برابر صد میشه چی هزار میگه صد تا باشی به هزار تا غلبه میکنی من الذين كفروا بان سوف قوم لا يفقهون غلبه میکنی چرا چون قومی نیستن که بفهمن چی نمیفهمن یعنی فهم سر داره که تو ده برابر به جنگی این آیه چند تا نکته داره اول هر رز یعنی این که عنصر تبلیغات در جنگ خیلی با شور بده انرژی بده صادق آهنگران داشته باشی هی بیا ای صاحب زمان ها بشورونه همینجوری ها رجس خونی میکردن اهل بیت عنصر تبلیغات تو جنگ بعد عامل تعیین کننده در جبهه های نبرد دقت کنید ایمان و پایداری نه تعداد نفرات اون یه عنصر بسیار بسیار, بسیار کمتره اثرش موازنه ظاهری نیروها نیست موازنه باطنیه اشرون صابرون 20 تا میگه صابرون ها اشرون شتاب زده یه. نه 20 تا اهل صبر و طمأنینه و آرامش باشن یغلب و معتن ما تو جنگ خودمون دیدیم تمام دنیا با تمام امکانات مدن هیچ غلطی نتونستن چرا آقا اینو برید بررسی کنید دیگه رو زمینی اتفاقی افتاده دیگه نه اسای اجزا شده نه هیچی ها این نبوده بریم اینو بررسی کنیم چطور ما تونستیم جلو کل دنیا بیستیم برید مثلا اسیرای عراقی رو نگاه اسیرای ما رو نگاه کنید ما چقدر بیشترن برید کشتهای عراقی رو نگاه کشتهای ما رو نگاه کنید ما خیلی بیشتر از امتزاج کشتیم ای چطور همچین چیزی ممکنه بله یه سال یه سال و نیم انبارشو تموم شد سیم خاردارم دیگه گیرمون نمیومد نه نمیفروختن نه که هیچ چند برابر قیمت بازار سیاوات پیدا میکنه نمیدادن واقعا اذیت میکردن قرارداد داشتن نمیدادن همین الانم هم همین کارا رو میکنن تو آیه بعد خیلی جالبه اینا میرن ایمانشون ضعیف میشه خدا چی میفهم میگه الان میگه اما حالا خفف الله انکم خدا بهتون تخفیف داد قبلا گفت ببین با 20 تا جلوش 200 تا شونو میتونی ببین. با 100 تا 1000 تا رو ده برابر و علم فیکم ضعفا <تصفيق> <تصفيق> <متحد> خدا فهمید که تو وجودتون تو دلتون ضعف ایمان دارید یه حالا چی میفهمد؟ این یکم من کم معه صابره اگه صد تا معهتون صابره داشته باشید صد تا آدم صبور داشته باشید یقلا با معه چقدر؟ به دویست رو میتونن ده به یک شد چی؟ دو به یک و این یکم من کم الف هزارتا میشه چقدر؟ دو تا دیگه بله یغلبو الفین بزن الله و لا از الصابرین یه خدا با صابرون یه صبرتون بیشتر کنید یعنی عنصر چیز از معرکه نترسیدن در نرفتن موندن آقا ماجرای کاملش من بخوام بر شما میگم ماجرا سوریه است سوریه کامل از دست رفت خبر دارید یعنی تو سخنرانی آج گفتم برای زاروز شهادتیشون کلا از دست رفت فقط فرودگاه دمشق مونده بود و کاخر رئیس جمهوری دیگه صدای گلوله تو کاخ رئیس جمهوری صدای گولار میشنیدن حتی خود حاج قاسم به نجی رسید که تو سقوط میکن یه بی نداره فعلا این سیستم بشار اسد اینا رو ببرن لازقیه لازقیه اینا کنار دریاست کنار دریای مدیترانه بینشون بی ارتفاعاتی هست اینا این طرفن دمشق و اینا این ور این لازقیه حالا بعدها ببینیم چی میشه دیگه بیام بگیرم مثل الان که ادلب دست اون ببینیم چی میشه بریم بگیریم اومدن ایران برای کسب تکلیف اومدن پیشا شو گفت نه آقا وایستید که میان بشار اسد رو بزن غذافی میکشن بیرون من میبرن خب نه وایستید درست میشه آیه داریم دیگه میگه که صبر کنید بعد اون لحظه که فکر میکنید دیگه باختید دیگه تمومه بازم صبر کنید <applause> برای اون موقع نصر الهی میرسه خیلی جالب اون لحظه بازم صبر کنید داداش اصلا فکر نکنید اونجا اتفاق خاصی افتاد بعد رسید الان کل سوریه دست ماست به جز اون ادلب ادلب هم کاری نداره آزاد کردنش ایران همراهی نمیکنه این چرا چون غیر نظامی توش کشته میشه ما شرعا به این اعتقاد داریم چون تراکم جمعیت رفته بالا اینو همه با خانواده هاشون فرار کردن رفتن اونجا روسا نبرشون خیلی مهمه بارها هم تذکر گرفتن از سمت ایران که ما تو این عملیاتی که بخون مردم کشته بشن غیر نظامی کشته بشن اصلا ما بر چه موشک نقطه زن داریم من که غیر نظامی نمیخوام کشته بشن گفتیم شب پس این قصه یعنی آدما که اهل تومنینن جنگشون هم جنگ انصافن بعضی به گروه خونی آدمای شتاب زده برم چوب بردارم فلا یه تو پخش کنی در رفت ببین چرا چون آدم شتاب زده یه چیزی تو دلش نیست اون چه خدا نیست اون که خدا نشه شجاعت نداره رابطه با فطرت بگم درست میشه ببین فطرت طالب کمال مطلق هیچ چیز جز این آرومش نمیکنه یعنی ما همین مباحث آخرش بره میرسه به چی رابطش با فطرت دیگه هوا و هوس طالب این هوس طالب هوای خودشه فطرت طالب اون کمال مطلق میگم قرآن چند بار آیه براتون خوندم خیلی شاهکار این آیه و اما من خاف مقام رب و نه نفس ان الهوا فان الجنه یلما یه اون کسی که از خدا میترسه و جلو هوای خودشو میره خیلی وقتا هوا گناه نیست او هوس که هندونه بخور هوس که بستنی بخو. گناه نیست کسی که زواج فعل حرام هم نتونست. هر روز میره طرف فلان فلان شده یکی رو سیغه میکنه با یکی ازدواج میکنه اما همین آدم لعن شده تو اسلام یا الله کل زواقه مطلب. هوا هوسه میگه کی به بهش جنت میرسه کسی که جلو هوسش باشه نه جلو گناه چون هر هوایی گناه نیست هوا هوسش هست خودش باشه اما کسی که دنبال هوا هوس رفت محال کسی تعلقات بیجا داشته باشه گوش کنید و ترس به دست نیاوردنش نداشته باشه ببین شما وقتی دائم میخواد چیز مختلف به دست بیارید در مقابلش ترس اگه به دست نیارم چی آخ اگه من کنکور قبول نشم چی هیچ چی نمیشه هیچ اتفاقی نمیفته میدونم الان پدرم مادر چون که من فوش دادن هیچ اتفاق ما بچه را کی ترسوندیم اصلا فلان فلان شده اگه درس نخونی میری بدبختی میشی کنار خیابون کارتون خوابی میشی فلان یعنی چی یعنی خدا فقط ارزه داره از درس خوندن به تو از مدرک دانشگاه گرفتن به تو روزی بده این خبر خبرام نیست مملکت هم که نگاه میکنه 70 80 درصد غیر مدر... مدرک مرتبطشون دارن کار میکنن اینا به خاطر تربیت و اطلاعات غلطه هوا بر همین اتفاق افتاده دیگه ترسونی مردم آدمی که دنبال دائم چیزای مختلفه وقتی گفتیم خدا نباشه تو دل خدا بره همه چیز میاد دنیا میاد دنیا هم گفتیم کسرت داره تمومی داره کدوم گوشی کدوم مدل گوشی آقا دیگه الان آیفون 13 رو بگم تمومه کی گفته آیفون 6 هم برای خودش زمانی ش... 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 قول زمان خودش بوده شاخ زمان خودش بوده دیگه نمیدونم حالا ما ایرانی ها با این آیفون ها چیه که تا 9 انگلیسی میگیم از اون بعدش شد دیگه نمیدونم 11 12 مثلا اینا بلد نیستیم اینا آیفون 10 11 12 بعد دیگه اون 9 8 رو میگفتون اونا میگفتن 9 8 شیشه فلان حالا من 6 حالا خیلی هم شما وارد نیستم ببین دقت میکنید تعداد اینا میره زیاد میشه وقتی دنبال تعداد پیداکنید ناخداگاه ترس از دست دادنشون دارید فلزا شتاب میکنی به دستشون بیاری این روی شتاب از اینجا میاد گرفتی روی شتاب از کجا آمد؟ انجوری که خدا تو دل نیست همیشه ترس از دست دادن یه چیزی رو داریم شکی نیست که تمام عجله ها و شتاب زدگی ها و بی ثباتی ها و بی قراری ها از خوف نرسیدن به نیازهای نفس و لذات و شهوات حیوانیه یا فقدان مقاصد حیوانی است اخمای به این نرسن میترش چهار میلیارد جمعیت رو زمین زنن چهار میلیارد مردن این یه دونه که از دست رفت نترس اینا زیاده خب فکر نکن اینا مثلا اتفاق خاصی افتاده آدم که صوبات داره حرمت داره مردم حرمتشو نگه میدارن عزت نفس داره جلز و بلز نمیزنه دیگه تو رو خودم این نشه تو هر منت اینو بکشی هر روز منت تو بکشی این کنه از اونهای تملق اینو بگه تملق اونو بکشن. چون صوبات نفس. در حجاب های خودبینی و شهوات و لذات حیوانی اندر است یه بدبخ رفته تو حجاب ها گیر کرده و از فوت از دست دادن لذات حیوانی خوفناک است چون این شخصی تو معنی قلب از دست داده و در کارها با عجله و شتابزادگی قدم م... اقدام میکنه پس کسی که حقیقت حق تعالی قلبش رو پر کرد ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون چرا نمیگه و هم لا و لا یحزنون نمیگه و هم لا یحزنون بخش ولا هم یحزنون میگه نمیگه و هم لا یحزنون اولش نه 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 خیال تفش میگه آقا ببین مثلا یه چیز داره میری صحبت میکنه میگه که آقا اینجا که میریم میگه نه اصلا نترس ترس جون در خطر نیست اول نه رو میگی خیالش میگه حالا توضیحاتشو میدی بعضی وقت اینجوری بهشون بگی اول نه نه ترس اوکی خیالش راحت کن میگه ولا اصلا نهوزی نداره گر جمعه لی کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد کسی که اینجوری اعتقاد داره گور پدر هر کی میخواد هر جمع خواد فکر کنه خودش و خداشو داره میبینه یکی می گفتیم بارها که چقدر اینا از غذا به مردم احترام میذارن یعنی وقت برداشت غلط نشد یکی یه, یه جلسه ما رو بشنم فکر کنه اصلا جلسات متعدد حرف زدیم مجاری امور را به قدرت او میداند چون این قلبی استراب و شتاب زدی و بیقراری نداره اینجا گوش کنید اواخر عرضم و مهمه در روایات داریم خدا لعنت کند کسانی را که با شتاب زدگی امر ما را به تاخیر انداخت شیعیان اینا یعنی معصوم میخواسته کار بپزه درست به وقتش آقا بذارید میوه برسه زود نچینید خوب دقت کنید بذارید میوه برسه میفهمون لعنت کنه عصا گفتم تنش میرازه امام معصوم محسوم محسوم محسوم. لعنت کسی که با شتاب زدی کار متخ کار خراب میکنه میوه کالو میچیدن میسوخت معصوم گذاشته بودن قشنگ می امیرالمومنین نگاه کن شما برید بگردید مثلا سه تا خلیفه 25 سال با چه تو معنی نه برخورد کرد آجر دست دوستان نداده بهانه نداده دست کسی گزگ نداده دست کسی حالا جرأت داری بگو علی ترسیده نه تو فلان فلان شده نمیترسی می میترسه اسد الله الغالبه یعنی همین به وقت داره بس برس بعد چی بینید عجله داره بچه اوش. بابا فلان آماده نشد مامان آماده نشد مامان آماده نشد مامان ماما کی میرس مامان کی میرس بابا دیگه که بایست بچه آروم بگیر برای چی؟ بچه هست اینا هم بچه میرسیم صبوری کن اینایی که اهل تسرعن خدا رو ملزم میدونن که باید جوابش رو در اسرع وقت بده اینجوری دیگه هر کسی که اون آرامش و وقار رو داره وظیفش رو انجام میده کشت مرده نتیجه نیست میتونه نتیجه روزی رقم خواهر خود به مدلی که خود خداش میدونه و تا هم دیده خودش کارش رو درست پیش برده اما اینا نه میگن خدا باید چی؟ سری جواب مورد برای همین سه مدل دعا داریم سه گروه هم دعا میکنن گروه اول از روی استعجاله دعای مردم عادیه اینا بالا من مردم خواهد دیگه جمله است دیگه اینان چون اسیر مقاصد نفسانی هستند خب در دعا نیست شتاب زده هستند که مبادا مقاصد دنیوی و حیوانی آنها فوت شود نکنه دست بره اینگاه مثلا خدا بلد نیست دوتا اون نداره مثلا انباری نداره یه دونه دیگه به تو بده همون یه دونه فقط همین میپره میره الکل که نمیپره بره خب <تصفح> نه ترس آرامش داشته باش بهترشو بهت میده اما آدمی که با خودش میگه خب خدای من خدای هر همون راه میره شنش نیست من بگم ده تومن بهم بده پونزه نده تو بردیم مثلا جوری یه سیروتمندی مثلا بگم آیا هزار تومن طوان... با هزار تومن چی من زیر تراول پنجابی نمیتونم بهت بد بدم مثلا شن من نیست مثلا چیه مادر موسا گفت با با همین بچه من سالم برگره هیچ دیگه نمیخوام آخه ما دیگه ما نخره هر هم همون این بچت این سالم تازه پیغمبرش هم میکنه <applause> شعن خدا نیسته کسی خدا اینجوری میشناسه میگه خب این نشد نشد که نشد آقا این دختر شوهرش شده از اون بهتر شد نه همین یه دونه بود تو احمقی فکر میکنه همین یه دونه بود صدها از اون بهتر است یا برعکسش میگه دیرایه درستایه بعضی چیزا باید وقتش باید برسه میوه باید قضای برم و اگر یه غذای ناپخته رو رو گازبندی رو هیچ به درد نمیخوره حالتون هم به هم میزنه رو دلم میکنید نه از نه این دنیاتون لذت میگه نه از آخرتتون میگه اینا اینجوری هن. دیگر دعا از روی احتمال است اینا دعا میکنن اینا دعای ارباب حکمت است اینا دعای آدم های حکیمه اینا چی میگن؟ میگن اینا نیست پابند مقاصد خیشن یه چیزی رو میخوان مون تو احتمال میدن میگن خب زشت ما به خدا بیان خدا خودش میشنوه میگن نکنه ما بعد دعا تو دعا بعد بکن تو فرمول خود که حتما باید بخوایم تا بده پس میزو بخوایم اینو چیه از این جدا بازم مسئله خود ما وسط اینجا و متا اینو میفهمم که خلاق ممکن دیرتر بشه یه خود این فهمه یارو شعورش بیشتره حکیمانه تا میگه ممکن دیر بشه ممکن به سلام نباشه فلان نکنه ما بعد بخوایم آقا مثلا میخوام خب، یا خب، اصلا زنگ زدی قضا سفارش دادی مطمئنی میفرستن نکنه خودمون باید بریم اونجا بگیریم نکنه خودمون باید بریم برای همین نکنه که حالا بزنیم موتور سوارش بریم یه ماشین سوارش بریم ببینیم سوم دعای از روی امتثال است امتثال یعنی فرمان برداری دیگه پیروی کردن فقط فر... گوش به فرمان بودن و این دعای اصحاب معارف است آنان از اسارت نفس بیرون آمدند و برای آمال نفسانیه و لذت خیشتن لب به دعا نگوشن که اصلا این چیزا نمیخوان دعا میکنن چون او گفته دعا کن چون تو خواستی چشم تو بگو با کلم رو برم چشم هرچی مشروب من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا از جز خدا که نمیتونه چیزی بخواد خلاف طریقت بود که اولیا تمنا کنند از خدا جز خدا این من خودتون پس یه چی شد؟ این های استعجال خدا میان میپرسن آقا یه چیزی به ما یاد بده به خدا بزنید گوگل کنید دعایی که با اسمی میشود فلان اصلا معلومه کیام رفتن دعا کردن <تصح> داشته بینه دنبال چی میگشتم خدا یه روایتی از امان صادق دیده بودم دومان روایتی میگشتم بعد کلمات عربیش تو ذهنم نبود که بخوام گوگل کنم فارسیش بود چند تا نمیشم پیدا هم پیدا کردم میشه بود که دعایی که دعای نفرین مرگ مادر شوهر یعنی یارو دومالی یه دعا میگرده که اون دعا مثلا با یه روش ها اینگاه ورده خب بیا خونه مادر شوهر آقا یه پدرش درات خب بعد یه خورده نگاه ای برای عروس هم داره اینا کپ هم هم اون یه مثلا مسنتر از اینه خلق همون خلق نفس همون نفس تو جننم یه جان عروس و مادرش میشنن هم میشنن کنار هم حال میکنن خب یه جان چرا چون فهم و سطح بعضی از اینا پایینه همش خوش درگیر یه بنده خدا کرد خیلی کار بد اینا دعا میگه اینان دعا را برای امتصال امر خدا میکنن چون دعا خلوت با حق و مخاطبه با محبوب مطلق است پیام بر می کنم من چ حرف میزنم زنم به حضرت موسی دیدی دوستش به خدا هی حرف بزنه میبینی کشش میدن اون چه دست اسات عموم دیگه انقدر حرف نداره که. ببین اینا رو باهیش من مز از مزبقه گوسفندا میبرم بیرون دورشون میدم میچرونمشون نمیدونم فلان میزنم به درخت اینجا برگ میریزم چیز میکنم کنم رسی مثلا این چیز ساروقمو می‌بندم سرش میذارم دوشم کارو آید آ چهار تا نفر مثلا حالا چیز ببین کسی که دوستش داری دوست نداره مکالمه تموم بشه دوست داری بهم نگاه کنه ببین به حزی مثلا دیو با یکی اذیتش میگه اگر با من نبودش هیچ میلی چرا جام مرا بشکس لیلی دوست داری توجه کنه بهش سر به سر یکی میذارن انقدر شده من مثلا دیدم میگم میگم آقا این اینو میخواد میگه نه میگم این نمیذاره بهش فوش میده یعنی فوش میده که میگم آها اصلا چرا بعد الان به این گیر بده بیکاره چرا میبینیم بدبخت گیر میده بعد میزد مثلا شیش ماه سال بعد اینا مثلا صدای خبر ازدواجش میاد دیدی اینجوریه دیگه کسی که اصلا باش حال نکنیم خب قیافه‌شو ببینی که <تصحنت> بری تازه یا ولش کن اصلا باش قطع رابطه کردم میشه با, با دو تا فوش بهش بده برم چی برم ببینمش قیافه نحسش من که دو تا فوش بهش بدم 100 سال سی اصلا خب دوست نداره مغزت اصلا به سمت بره تمام تمام اصلا نبینمش میره به طرف به هر میره که اون برگیره جواب بده میخواد دوست داره داره مذاکره و خلوت با او را وسیله خودپرسی و خودخواهی نمی کنند میگه من از سو استفاده نمی کنم یه دقالات و خلاک خواهی راستی این چیز رو خودش میدونه اصلا من, من هرچی نیم مگه میشه ولم بکنه او بلکه هرچه بخواهند برای آن است که باب مراوده با دوست را مفتو کنند میگه در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد تاعت از دست رود تاعت از دست نیاید گناهی باید کرد کلا خیلی نخم نگم کنی گناهی میکنم کنم من باشه چقدر عجیبه این چقدر عرفای ما سطحشون من تو دنیا از خبرها هست نمیدونم من واقعا بعید میدونم به این سطح هست این سطح یا من میخوام بهم نگاه کنی بهم توجه کنی خدا میخواد دیگه خودش میگه میگه ها چرا این بندو باز این کوافرا انقدر سریع حاجت شده می... یه دوست ندارم نگام کن اما این بنده مومنم یا چقدر خوشم میاد به ما حرف بزنه فلان. حالا خدا وکیلی راست ما نیاز نداشته به خدا دعا میکنیم کی به خدا راز نیاز دعا میکنیم بگید وقتی دهنم ناسوال شده آه. بچه‌هاشون رفتن کنکور بدن بیرون انگار دو توسله دیدی همه مفاتی قران ها وای که رو کلت یکی داره قدم رو که تسبیحن شسم تسبیح دستش گرفته چرا بچه بچه‌اش خرج اسب بود بگذره تمام ها دیگه اونجا بود بیمارستانا می‌بینی بیرون در اتاق عمل نشستن مفاتی ها باز دارن, دارن. نیاز حالا خوب خودت برو در خونه خدا خدام آزار نداره همش بلا سرت بیاره اصلا ما روایت داریم که فرشتگان خدا خدا دستور ملاک الهی دعایی رو بالا میبرن زودتر استجابت میشه که قبلا به شنیدنش عادت دارن یعنی طرف تو پولداریش گفته خدایا من مرد دست خالی نذار تو سلامتیش گفته خدای مریضا رو شفا بده یعنی مسئلهش مسئله خودش نبوده بر همه دار چقدر این دعای قشنگی اللهم مدخل الا الله اهل القبور السور اللهم مشفی کل مریض اللهم الله, الله مشفی کل جائن ببین این همه اینا یعنی چی یعنی ظهور چه روزی که هیچ مریضی نیست چه نیست بلو بین چقدر این دعا دعای خوبیه چقدر خوبیه دست جمعی خونده بشه بعد نماز ما رمزون رو ما خدا رو بر خورما میخوایم این یعنی خدایا یه مراودی اونو بده اونو به اون بدن اصلا لازم نیستش یه شاهی اونو به اون بده خیلی با ماشیم یه خدا انداخته دل این شاهه حالا با خدا کاریم داریم دیگه با شاهه کار داریم کاری نداریم با خدا جدی میگم میگم اگه این همه سفارشی که رو نماز شب شده رو چی شده نمیخونیم چون واجب نیست چون بابتون جهنم نیست سیخ داغ و بوشی غیر و <applause> چیزا نیست خود مثل آدم باشه برو دیگه خب اینم به زور که نمیشه باید عشق باشه باید بجوشه این نتیجه چی آدم با تو معنی نه محضر خدا بدونه همه جا رو خدا حاضر و ناظر بدونه قمی است هیچ اصلا غم و شادی چه معنی غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد ساقیا ها باده بده شادی ها آن کین غم از اوست وقتی از او باشه این دیگه غم نیست فلاز برای مؤمن غم وجود نداره اصلا مؤمن مغموم نیست اصلا غم وجود نداره چون بر بقیه اون قمه ببین میدونه اون براش بهترین انتخاب میکنه چون حسن زند مثال زدیم چی این بچه که میبری واکسنش میزنی ناراحت میشه آمپول داره میخوره گریه میکنه یه دو روزی هم تب داره اما اگه میفهمین با این بابا مامان که هم منو دوست هم دارن بغلم میکنن نازم میکنن همه کارو من انجام میدن اصلا دارو رو زمین رو نرو بیا رو بغل کوله من نشین رو برو رو بغل من بیا را برو این چی میشه من اینجا بلا سرم میاره حتما یه چیزی هست آمی میخوا فردا الا فلج اطفال نگرفته تو خونه بمیری برم چی بشی فلان بشی به همان بشی پس اصلا منو میخواد اون بچه این به همین فهم برسیم کافیه یه حاج حسین تعریف میکرد میگفت ما زمان جنگ نوجوان بودیم او فرصت نکیم گناه کنیم سر از در بودیم تو جنگ میگفت دای کومیل دیگه هر کاری کرده بودیم ما اعتراف میکردیم دیگه هیچ چی دیگه انقدر گریم که خب خدا بخشید میگفت فرداش دعای ندبه بود صبح بولم شدید خدای دیگه ما برای چی فقط خوابیدم دیشب دیگه ما چی کار کردیم ببین چرا برای اینکه میگیم ما, ح... ما اصلا تا نیاز نداشته باشیم سراغ در خونه خدا نمیریم اینجا باز نیاز به بخشش به بخشش جهنمی نشم این عبادت عبادت عبیده به قول امیران مومن اون که بر بهشت عبادت تاجراست عبادت احرار نیستش که اینکه باید دلت تنگ بشه برای خدا این شما قشنگ کسی که مغربشو رو میخونن تا صبح خیلی فاصله است بین نمازها دقت کردید بین بقیه ها اینقدر فاصله مثلا ظهر تا مغرب اینقدر نیستش که مغرب شو است تا نماز صبح از میگه 10 تا 12 ساعت فاصله است بنده مؤمن اصلا نمیتونه 10 تا 12 ساعت باش حرف نزنه یه بهونه داره قبل خوابش مثلا میگه نیمه شب شریعتش میگه نماز شب, 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 شب بخونم بعد بخوام یه نماز برای خوش میسازه اونجا دل تنگه دلش تنگ شده چون این قلب نیازش فقط این قلب بی نهایت خواه فقط خدا برطرف میکنه دیگه توجهی به دنیا نمیکنه ببین برای اینا دل کندن دنیا دیگه سخت نیست دامین چرا انقدر اون جذابیت داره که اصلا شما فیلم اینا رنج میکشن اینا مثلا این صوفی ها مثلا اذیت میکشن گرسنگی به خودش میشه اصلا اینا نیست لذتی که آدم از اون ارتباط با خدا میگیره از هیچی رو زمین نمیتونه پیدا بکنه اصلا اون داره به اون رابطه اعتیاد داره به اون نماز شما چی میشه مثلا یه زیارتی رفتی مثل حرم حسین رفتی حرم امروز حرم امیرالمومنین رفتی بعد یه یوتیوب دلتون پر میکشه یه ای مولا تو احتیاط داری به اون نیاز داره روحت و اونجا چی داره چی داره مثلا یه سری آدم دور هم جمع میشه هزار جای دیگه سر آدم دور هم جمعش. دیگه چی داره مثلا اونجا تو میگی من خودتون که من توی اون مکان حاضر باشم امام علی ببین چی میفهم میفهم فحب نیا الهی و سیدی و مولای و ربی سبر تو باش ما رو منخت جهنم به عذاب تما سحب کرد فکیفه است برای علا فراغک من دوری تو رو تحمل کنم تو رو میخوام و حبنی نیا الهی سبر تو علا حر نارک اصلا داغی آتیش دم تحمل کردم فکی فاس عن ان نظر کرامتک چجوری صبر کنم که این دیگه نتونم کرامت تو رو ببینم بعضیا بهش میخوان چون این دنیا میچریدن حالا اونجا چراگاهاش بهتره <laughs> <applause> مثلا علفاش خوش تمتره فلان یه جا حرف زشتی برد بیشتر به خدا ما خورنی گفت اینان بهشت را میخواهند چون قرارگاه و اشاق است چون دار کرامت است همین نه اینکه که بله چرا آگاه بر بعضی ها اینجا سیبه میگن اونجا سیباش بهتره میگن اینجا تو کار خانوماست میگه اونجا هوری میگن این شکلی ها رفته 60 داره باید در در مورد وصف هوریا اصلا از کجا پیدا کردی؟ باور کن سوالاتی از ما پرسید نمیشه باید باز داره بوقع مثبت ایجدار بزنم یک سالایی در مورد هوریا هستن برسه اونجا باید همه رو از این دور نگه داره <تصفح> خیلی خطرناکه ممکنه قلمان و هوری و همه یکی کنه از الان داره نقشه میکشه یا اینجا هم دنبال همین مثلا جنسی اونجا بیشترش بهترش اینجا میواش مثل توی پوست هم نمیخواد هستم نداره اولو به پرد گلو تو دست از این چیزه میپره میاد خود شاخه میاد پایین سلام نکن بردارید <تصفح> اینجوریه دیگه <تصفح> دوست حقیقی از فراق خوفناک است و روزگار و سال را میخواهد و میجوید یعنی بشنو از نیچون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکنن تا آخرش هر کسی کدون دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش یا روزگار وصل خیش سه چهار نکته کوتاه بگم و دیگه نمی صرف یه جلسه دیگه اش بگم نکته دیگه این که آقا این شتاب زدگی به تغذیه هم ربط داره گفتیم جسم بر افکار افکار هم. الان این روحیه شتاب زدگی که تو دنیا ساری و جاری شده به تغذیه هم برمیگرده اصلا جای قند آفت آقا جون. این شکولات های کاکایی و نمیدونم چی و اینا رو میخونن اینا شتاب زدگی میاره اصلا مادرایی که اینا زیاد میخورن بچهشون بیش فعالی میگیره این تغذیه مهمه برعکسش هم مثلا بچه رو سر صبح میفرستن با نون پنیر اینا درست میکنن بعد میخورن میبرن میفرستن سر من. این مختعطیله سردی بهش داده خورده این اصلا بالا نمیاد این اگه سر صبح این بچه مثلا ارده بخوره حلوایی بخوره این چیزا بخوره این عالیه مغزش این تو کلا مدت بالا مثلا زنگ دومم گذشته تازه این داره به ویندوز داره لود میکنه این داره میچرخه تغذیه خیلی مهمه شما اگه غذایی بدید که مثلا این بچه سودا برش غلبه بکنه کلاس انشا قشنگتر انشا می نمیسه. کلاس ریاضی ذهن میخواد این دقیقا باید مواد قندی خورده باشه گرمی باید خورده باشه هیچی مثل سردی مغز و خاموش نمیکنه قدیما گفتم ترشی نخوری چیزی میشی یعنی هوش داری مخت نمیتونی کار ازش بکشی چرا ماشینت بنزین نداره چرا چون ترشی زیاد میخوری ترشی واقعا این کار میکنه الان پر شده همش میسه یا لواشک تو دانش یا لوچه تو دانشونه یا چیزای تور شد بعضی وقتا ترکیبی میزنن هم جوهر لیمو رو همون قاطی میکنن نه با چی و فلان و لیمو تور چی یک معجونی درست میکنن تغذیه <تص> هم پس چی ما چی شد روحیه اگه داشتی رو افکار سر میذاره افکارت روی حرکات سکنات و برعکس حالا ما نداریم چکار بکنیم حرکات سکناتمون رو آروم آروم با آرامش بیاریم سعی کنیم آروم تر راه بریم میخوای بری زیارت چی بد میگه یا آروم آروم راه برو میگه تو اگه میخوای بهره ببری تو این زیارت روحت با تو آرامش بشه تو با حالت شتاب زدگی نمیتونی آقا بعض از این زیارتی که ما رفتیم دیدی بودو 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 فال دای فلان رو نخوندیم بودو اونم بخون وای مثلا من قد دلم است به مردمی میرم مسجد کوفه وای اعمال نمیدونم چی بودو این کار ما میدو یک این رو بغل کرده داره میکشونه میاره که لغت میزنه به اون یکی بودو این اعمال نمیدونم چی اینجا اینجا چی بوده کشتی نو بوده بودو سبحان ربی الاعلی دور کردم بلند شد دور بابا ولشون کنه دو رکعت نماز درست بخونه یه توضیح بهشون بده اینجا آقا جایی بود دکت القضا بود امیران اونجا قضاوتی کرد و یه زنی رو نجات داد میخواستن بکشنش اینجا میگن کشتی نو از اینجا بلند شده خب اینجا فلان خب فهمید حالا اینا یه نماز وقت داشتی بخون مستم نداشت نخون این شتاب هیچی چی نفهمید از شده کوفه بابا این بعد بری بشین کنار مهراب مسجد کوفه یه تمرکزی بکنه یه تعنی بکنه بشینه مهراب رو بخوش بکنه اینجا کی نماز خونده چرا و چرا الان ما شبیه او رو نداریم او خب هستش همچین کسی چی کار کنیم بیاد کاری که اونا کردن امیران مومین رو به شاده رسیدن نه برعکسش احسان مانه اکیانا مسجد کوفه مهدویت در میاد میبینیم میبرن مردم بابات این کاروانه چی کار میکنن خدا میکنیم. دیوونه میکنن مردم انا تو مردم میگیم که اوه 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 آقا مسجد کوفه نه بلیش کن بریم اونجا گیر افتادیم پدرم سال اول که رفته بودم ما می... یه, یه... داشت کلا قرمزی یه کلا قرمزی داشتن ما گروه دانشجویی رفتیم شهر همه شهر ریختیم اونجا رو به هم اصلا بعد این دیگه بلند بلند میخون ما بعد اداشو در میوردیم و چی هست چی میفهمی آره بعضی بچه خود عربیشون بهتر بودی چهار تا میفهم آقا دیگه یک جمعه یک... دیگه یک... یادم ن... اشتباه نکنه سیدی سیدی داشت این هم بعضی اون عرب ها سه و زه ط من مزجد خب یه میگم زید 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 اینا خسته شدن بچه خب این زید شو میخواد باور کنم ما رو بهانه قرار داده به این وسط خب ما دعا کنیم به زیدش برسه دیگه تموم شد تا آخری تا میگم زید زید همه میزدن زیر خند اینم عصبانی شده شما شما ای این و شما هم عربی قاتی کرده در میزد شما هیچ چی نمیفهمید این جانم جایگاه اون حضرت آدم اونجا هم اون کیه 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 بچا بتا آ جایگاه حضرت لوط کجاست ما رو بر اونجا شوخی و فلان و بعد خسته میشه دیگه بابا چقدر شب های ما در مورد این چیزا حرف زدیم گفت بابا نباید خسته کنی گفت ول تحمیل نکنید مگر ارزش نکنه شما گذاشته تحمیل نکنید و خدا لا, لا ما لا طاقت تا... لنا و بیشتر از اون چیزی نمیشه لای نفسنه لا کلف نفسن لا وسع بردی اونجا حتما اعمال حتما باید نماز بخونی کی گفته واجب اگه بود میگفتن حتما ببین شما حج چیزش چیزاش واجبه بعد انجام بده اصلا یه دقیقه میبره یه شطور بعد بدی بره نمیدونم یه چیز بعد بدی بره اینجا میبره به چرخ آقا میری زیارت مثلا نیم ساعت بیشتر وقت نداری تو بعد تو معنی نر از اون زیارت بری میگه میگه قبلش آقا قشنگ ذکر بگو قسل بگیر آدم شتاب زده آدم که میخواد بره مهمونی نگاه آدم شتاب زده ببخشید من وقت نشم که دوش بگیرم بخشه بو عرق میدم رو بغل میکنه ماچ میکنه ببخشید من وقت نکردم وقت نکردم شتاب, وخنه کردم. وخنه کردم. شتاب زی کردم چرا چون وقت نداشتم حالا آدم میخواد یه مهمونی بره چی قشنگ استهمام میکنه خوبش تنش میکنه عطرشو میزنه ها خودش رو خوشگل میکنه تر تمیز میکنه میره مهمونی مهمونی با وقا... مهمونی میره چه لباسی تن کن لباس تو همین خارجی هاشون به این کروات میبرن کروات آدم از بی نزاکتی در میره حالا اگه فردا برمون ست تا فش نسازن خب حالا یه غرق این ببند دیگه با کروات هر پشت دیگه نمیتونی بزنی شلوارک که نیستش که کچه رو تنش میکنه کچه رو دکمه رو میبنده مهمونی داره میره ببینید می چون مهمونی آدم موقع رو دعوت میکنه عراض باش که مهمونی دعوت نمیکنه مهمونی آرامش داشته باشه تو میخواه بری زیارت همینگه قدمه هایتان رو کوتاه بردارید که آقا با خود بگیم من نیجا آروم دارم میرم معدب دوزان بشم داد و بیداد نکنید سر و صدا را نندازید بعضی تو زیارت آخ آخ این بخش این بخش زنونه اصلا حواست پرت میشه چه خبر اونجا جیغ داد می گاز میگیرن و نمیدونم چی کار میکنید بابا چه خبره یه مدت گفته اینشان خجالت بیشن ورشان شیشه ها چیز کردن دیواره ورشان شیشه ای کردن تا دیده بشن دیدن نه فقط لایه که دمه شیشن که میگه خجالت نگاه میکنن لایه بعدی باز دوباره جنگ جهانیه خب تو چه خبره آروم حالا مثلا داد و بیداد آقا خیر امام رضا رو گرفتی یا امام رضا ای آجت همه مردونه بشه چی شد آقا حواس همه رو پر... شما فکر کنم بریم مثلا پیش یه آدم بزرگی خب همیشه سلام ادب مار داد و بیداد آی اینجا کجاست آ کفشای من رو دوزیدن آی رو یعنی <تصفح> 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 بگی چی میگه میگه یه حاجت هم میدی یا نظم کل سیستم تو میریزم به هم؟ این رفته باج بگیره نه آجت به قولی بند خدایی رفته بود اونجا به شوخی حالا جو که رفته بود مثلا یه جای آجت بخواد گفت تا اینا اومدن تو در و واقع کردن همه رفتن آه ساکر دوش. تو رو خدا مثل آدم دونه دونه دعا بکنه مردی بود خب دونه دونه دعا بکنه دفعه قبل دعا تو همچه شروع کردی کردی قاضی شد من عامله شدم خب حکایت <applause> این تو آقا ازدواج کردن میگه نسبت اینو تفسیر کنه نه, نه به خاطر اینکه الزمان مسائل شهوت تو حل, حل میکنه یکی اونه یکی تو صبورت میکنه آدم متأهل اهلیه ببین شما بخشید اینجوری میگم من مجردا مخلصم وقت برداشت غلط نشه چون نقطه مقابل متأهل مجرد نیست نقطه مقابل متأهل متوحشه خب <تصحنت> اصلا میگه یه جایی مثلا میگه که متأهل شده آرامش بده کره. اصلا این مجرد تخم چه تونی بر بر میچرخ <applause> این آرامش سکنایی شما سکینه ای در چشمان میبینید آرام آرام چرچ خب بچه دار شدن بیشتر آقا و میسی جغله بچه کاری نداره تو استادی دکتری کی هستی واسه خودتی بچه یه سال و نم باید مربزه رو دوشه تو خونه بچرخون خب یه شاه بود بچه نصف شبید میخواست وزیره رو اعدام کنه بعضی گفت من میدونم چیکار کنم با یه واسطه فرستون به نوش گفتش که به نوش زمستون گفت بگو زردالو میخوام این هم قفلی زد که من زردالو میخوام شای میتونه گردن بندازه گردن بزنه زندان بزنه گفت هیچکی کی نمیتونه در فقط این وزیره بود برید بیاردش گفت ا که میخواست گردن بزنه تا کار گیر میفته گفت تا اگه بتونین حل بکنی من بود کاری ندارم گفت باش رفت اینو زرد تخمار برداشت آورد خب آب پس کرد گفت پسرم بیا اینجوری زرد زردالوای زمستونی مزه ایه خب بیا بخو خودم قول میدم برات چی تازه عوضش فلان چیزام برات میخرم بچه آرومش هره میخنده زرد تو خمر گره دورنشو رفت خب حالا اینجوری بچه صبورت میکنه بچه آرومتون میکنه مجبوری اصلا نمیتونی حتی از زن و شوهر بدتر ها اون یه آدم بزرگ برو خودت این هیچی وفلی میزنن بعضی موقع اصلا تو خدا بیاد پایین فایده نداره اون چی لج میکنن واسه سه نصف شب جیغداد آب میخوام باش میری آب نه من تو این دیوان آب نمیخوام لامه چه فرقی میکنه آقا آب مهمه لیوانه چه فرق نه برو بگه تو تاریکی اونو پیدا کن برق روشن کنی یه فلاکن برق روشن خواب بیشتر قشن سرشو میپره بری بری این چیکارت میکنی؟ صبورت میکنه همچی زنگ گرفتم گفتم صبور میکنه ماجرا لاتر گفتم یه شهری ریخته بود به هم پول جمع کردم بکشنش که خدا گفت چقدر پول جمع کردی گفتم مثلا 100 هزار درم گفت 50 نصفش بده بدم. من حلش میکنم 50 هزار درهمو گرفت با 10 هزار تا درم اون زنش تا 40 هزار تام دوجی بشه آقا این بدبخ رفت خونه این چنونی رفتی گرفتی آوردی سبزی از, از آشغال تار نبود این لات بازی میخوای زنه رو بگیری بزنی نمیتونی بعد چند وقت این دیگه آروم شده بود لات سرکشه آره چه آروم شده میشه یه سگ افتاد دنبالش یه اون سنگه گرفته بود این جیجاش میرفت سگه واق واق کرد یه تیکه کف دست این رو خورد سگه دنبالش اومد این دیگه دم خونه رسید نصف اون گفت یا حضرت عباس سلام برم این قورقوری را بندازم من چی کار بعد بکنم گفت ببین میری یا بکت خدا بگم تو هم بده <تصفح> ازدواج آدمو آرام میکنه بچه دار شدن آدمو آرام میکنه خب در هم نکته آخرمه در ظهورم خیلی موثر این مسئله این حس یعنی ما در ظهور نباید اون شتاب زدگی رو داشته باشیم بدون اینکه زیر ساختار رو فراهم بکنیم برای ظهور آقا یا آقا بیا العجل العجل عجله عجله شتاب زدگی این درست نیست یعنی العجل رو بگی اما برنامه‌ریزی هم بکن نه ول کنی میبینید یعنی من معتقدم منتظرای حقیقی حضرت کسان که به این صبات رسیدن و به این آرامش رسیدن یعنی چند تا پلن داره میگه آقا من بحث تربیتی ما شروع کام انجام دادن اومدیم و زور پنجا سال دیگه بود اما این کار رو انجام میدم اگه همین فردا بود بر هر چیزی برنامه داره اما کسی که همین گه... نه دیگه تو این سال دیگه زوره من انقدر العجل گفتیم حتما گوش میده و فلان چیزا آقا برنامه بالا یک سال اصلا طراحی نکرده خیلی ها اینجوری ضربه خوردن در طول تاریخ خیلی ها مخصوصا امریکایی ها امریکایی ها خیلی اهل توقیت هم مسیحی های خدمت شما کنم امریکایی خیلی توقیت کردن اون سخنرانی ایونجیلیسم اگه خاطرتون باشه برید گوش بکنید اونجا مثال ها شده مثلا. اون گفت 1800 و فلان قطعا ظهور مسیح آقا نشد 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 چون نه یه مؤمن العجلش هم میگه بس که فراغ امام زمان داره اذیتش میکنه از این جهت و میدونه بودن حضرت چه خیراتی میرسونه خب اما از اون طرف این نیستش که شتاب زده باعث بشه یه برنامه‌ریزی بلند مده. آدم ها شتاب زده برنامه‌ریزی بلند مدت ندارن هیچ وقت برای 10 سال برات اصلا عمرم برای ده سال چه برای سال بعدشون فکر نمیکن شوف سری میخوان اینا دنیابینن دیگه گفتیم حق نیست هوای نفسه هوای نفس یعنی آدم شتاب زده بره تو ته قلبش وجود کنه خدا وجود نداره خود وجود داره و دنیا وجود داره چون دنیا زیاده اگه به دست نیاره دست میره این همیشه در ترس و شتابه آخ علی به نرسم چی از دستم بره چی این اتفاق میفته خب خداوند انشالله ما رو از این آفات شتاب زدگی به دور بداره ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل قرار بده تو قلب های هممون آرامش خانواده هاتون هممون آرامش و سکینه و وقار و تمعنینه و تعنی انشالله خدا من وارد بکنه و الله در عمران دوران عمر خودمون به چشم سر خودمون ظهور آقا همون زمان رو ببینیم اللهم کن لولی یک لوجت کل حسن سلباتو که علیه و علا آبائه فی هاده الساعة و فی ولی ان محافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ورده که تو و تمتهو فی ها طبیلا برحمتی که یا ارحم الله تحجیل در فرج موزان سلواتن بفن اللهم سلال.